جشنگی ملی چخیلی که به همه معلوم است در جمهوری تاجیکستان با فکر نه تنها من با فکر همه چخیلی که معلوم است در جای اول ورزش میستد. رفتم خدیش گرفتن که اون رو حلال زدم و مکافات های زیاد رو گرفتم و در همون جا ما رو گفتن که تو تمرین کن تو پهلوان میشی. وقتی بود دل تو برام اتفاق افتاد تو هم مینا میکنی و هم مینا میکنی کسی مینا چون سو بوشن هم خانم برام این بسیارتر ایجا خواهد رولا بازی میکنم گوشی ملی خمال البته همه جشتی جودو و سامبو مدر شو همه جشتی تجربیه واسطه دوستی خلقه های ما در همین نوروز در همین گوشه خلق دوستی خلقه را میبینه که از همه نوعه باید مقصد نگویایم و همینه داستان‌های پهلوانی زمان معاصر قدم به قدم توسعه می‌یابند و شنیدن و دیدنشان هم بسا جالب و انگیزه بخش است. عادل سفرف که تای چند سال آخر میان سنگین وزن‌ها می‌درخشد، داستان شروع پهلوانی‌اش را کسی از هم مسلکانش مصلحت نمی‌داد، ولی او با باوری و اعتماد به خود و پیروهای پهلوانی گام استوار نهاد. من در خردسالیم گوشتینگ رو خیلی حواس نداشتم. وقتی که گوشتینگیر ها با گوشتینگ می رفتن، من در آنجا در کوچه بازی می کردم، گفتن که قدیم ها نمی رایم خیلی گوشتینگیری. من اون نمی فهمدم که گوشتینگ چیه. در همین جام گوشتینگ می شید به گناه می رفتن، گوشتینگ می گرفتن اکام و اوتام تماشا می کن. من روسی گپ حواس نداشتم. بعد گوشتینگ رفتم قدیم پهلوانو که من در اونجا یک پهلوان در میدان شیدگی همین نوروزواری مکافات های زیاد موندگی بود، از جمله لباس ورزشی. اون در میدان شیدگی قدیش هیچ کس گوشتی نمیگیره. من بچه ها رو گفتم که شما چی با خرای دراز من ای خوالینگ و من گوشتی بگیرین. گفتن که نه، ای زور ای چمپیون ای ما گوشتی نمیگیریم قدی. بعد ما همون گوشتی نمیگرفتم، می دوستم که گوشتی نمیخیل می کپی و همین حلو کلاو میکنی. بعد در همون حالت من رفتم گفتم من قدیش میگیرم که امو پهلوی اون شدم. گفتم که میگیرم. بعد من رفتم که تونه توی بچه های خرابی دروز یک 6-7 سال پیش بوده. گفتم تو بچه های خرابی دروز تو گوشتینگیر نیستی، میزندی خیلی مهی میشه. من در همون وقت رفتم قدیش گرفتم که اون رو حلال زدم و در همون جا ما رفتم که تو تمرین کن تو پهلوان میشه. تو امروز تمرین کن با درجه های بلند رسیدیم. داستان پهلوانی سفرف از نسل به نسل متحول نشده است، به تعبیر از سلاله پهلوان ها نیست، اما هوش و ذوق پدرش را که تماشای مسابقات جودا برانگیخته بود به عادل نیز مصلحت داد تا در پیروی به ستاره های جودا موقع پیدا کند. پدر من روسیگا وقتی که در اولاد ما خیلی گوشتینگیر نبود، وقتی که دید که با همکارش زن که بچه چمپیون شد مسابقه گرفت، بعد در همون جون پدر من با گوشتین چی کرد شوق و ذوق آغازی اوجه از تلویزیون پس تنی تلویزیون ورزش رو تماشا میکرد. مسابقه های گوشتین رو برون از تاجیکستان گران پری گران سلام اینها رو تماشا میکنه و با من میگوید که نگاه کن چه خیلی پهلوان اوسو تکنیکا فیزیکا دارن. برایمون بسیارتر مشق و تمرین زیاد که رنگ هم میواری برون ای تاجیکستان برای پرچم با جمهوری تاجیکستان رو بلند برده. عادل در مسابقه جام پایتخت در مرحله نیم نهایی بر شاهروخ امیرخانوف غالب برآمد. او بنابر سببی که تنبیه آخر را به حریفش دادند پیروز شد.
گرچه جسمان او بوتاب یافته بود، ولی با قول پدرش تکنیک یا روش های گوناگون کافی نبود. بار اول که در مسابقه جمهوری گوشتینی گوشتینگیری که مسابقه جام نوروز که برگزار میشد، من یکین بار که جای اول رو اشغال میکنم. حریفای من در این وزن سنگین من برآمد میکنم. این بسیار حریفای من از 120 کیلو 130 کیلو هستند. در این برآمد میکنم. زیادتر هستند. من در وزن 107 کیلو برآمد میکنم. در رقابت نهایی برای به دست آوردن عنوان چمپیونی با حریف روبرو شد که نسبت به او وزنین تر بود. ابوبکر رحیموف. حریف فینالی عادل بارها در این مرحله هنرنمایی کرده است، ولی اولین بار بود که در مقابل عادل شکست خورد. مشکل میگیره ببینید یک وزن خیلی مرکب. اوه پهلو برای عادل دادن. وقت به انجام رسد. همین طریق عادل سفرف برنده مدال طلای وزن جمعی 100 کیلو. عادل اسرار پیروزیش را بر حریفان سنگین وزنش تنها در تمرین های بیشتر میبیند. برای اون بسیارتر تمرین را زیاد میکنی، برآمد میکنی. عادل که تا سالهای آخر از زمره مدعیان برای اعضا شدن به تیم منتخب جداورزان تاجیک به شمار میرود، ولی بار هم در مسابقات جهانی جودو شرکت نکرده است. با این وجود در آینده امید دارد. تمرین ها را زیاد کنیم و چمپیونات جهان انشاءالله تیاری دیدست میبینیم. میبرویم چمپیونات جهان زودو در وزن سنگین. من در آینده میخواهم که مشق ها را زیاد کنیم و در مسابقه های بین المللی که بیرون از جمهوری تاجیکستان برگزار میشود در اونجا اشتراک نمایم و پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارم. از بابی سنگین وزن ها بیایم به سوی ورزشگران وزنشان سبکتر. در این میان محمد شریف نجمی دینوف با پرتاب های جذاب و دیدنی خوش درخشید. محمد شریف نجمی دینوف حالا سر کتف و علی آفرین این حلال است. بند و اصول های فاخیر با تعبیر محمد شریف در صورتی در عین تمرین بیشتر بالای آنها کار کنیم در مسابقه نتیجه می دهد. البته خوب است اگر پیروم رو ما بیشتر کار کنیم در این تمرین و در مسابقه با ما یاری بیشتر می دهد. او بعد از برآمدن به زینه اول احساساتش را به طور زیل بیان داشت. یکی سه وجود اطراف را می گیرد که اون را بیان کردن خیلی مشکل است و مینداری خود ما را به پیشوای به اساس دور سود و وحدت پیشوای ملت می رسانه که برای ما جوان ها چونی مسابقه ها تشکیل و برگزار می گردد. محمد شریف نجمی دینوف ورزشگر 20 ساله دانشجوی دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان از میراث گرفته پهلوانان گذشته مفخر است و میگوید آن را باید حفظ نمود. از قدیم ایام با ما میراث مونده است و این میراث را باید ما گم نکنیم. گوشتینگیری و گوشتینگ ملی برای انسان هم سلامتی میدهد و از کارهای بد آدم را امین میدارد. البته من بیشتر با جودو مشق میکنم. تپینی که من فرهاد رحمت الله و چمپیون ریسپلیکه می باشد و خیلی ورزشگری نقد و با تجربه می باشد. من اون را با اصول سرشانه براشده یک پهلو زدم و غالبیت را به دست آوردم. اوه انا اکنون ببینید یک پهلو قهرمانی آسیا را می افتوند و دویم حرفی من این شمایل جوانگیر می باشد که این هم خیلی جوان است، جوان خوب است، خیلی ورزشگر خوب است. من این را با اصول سر کتف یعنی حلال غالب نمودم. اون نیز همسان دیگر ناوران تاجیک در صحنه هنرهای جهانی پهلوانی در رشته جودو امیدهای فراوان دارد.
قهرمان دیگری ما صدر بویف که محل تمرین و زندگیش فدراسیه روسیه است ولی در عرصه جهانی با افتخار تاجیکستان را نمایندگی میکند. امروز خودم در مسکو میگذارم، اونجا زندگی میکنم، اونجا مکتب میونه را بود کدگیم، دانشگاه اونجا بود کدگیم، اونجا معاش میگیرم، زندگی میکنم، فقط تاجیکستان میگم مسابقه خود اشتیاق میگم پرچم تاجیکستان در مسابقه های بین المللی حرکت میکنم بلند بردارم. او از هیئت تیم ولایت مختار کوهستان بدخشان نخستین پهلوانی بود که برنده نشان طلا شد و این عنوان را نیز میان ورزشگران وزنشان تا 80 کیلو باری اول به دست آورد. یکم بار در گوی نمود گوشتی ملی خودمان یکم بار من جای اول نصیبم گردید. آخر من در مسابقه بین المللی طرف ترکستان برآمد میکنم با گوشتی زودا چمپیونات ریاستی بین کلان سالون من جای دیما سازوار شدگیم. بعدم مالادیوش هم بینی مالادیوش جوی دیما شدگیم داشته ریگر سال دازور و افده هم سال دازور پونزه هم سال ده سطر همین حالت رو هم دوباره با ملوارد و برا بعدم به ها گذاری شد. او رویش و قایده های گوشتین ملی را نسبت به جدا مرکبتر ارزیابی میکند و میگوید اینجا نقش زوری بازو بیشتر است. گوشتی ملی خودمان خیلی قین از نظر جدا جدا خیلی هلو هستن که با همون هلو کم کم کار میکنی آگاهی میگن شیدو افتانی های شیدو میگن ای خیلی گوشتی این تولیش که خودمان در زخواتو را دستن ممکنه قبیدن این بسیارتر ایجا خواهد رولا بازی میکنه در گوشتی ملی خودمان این کدام سپیره که با خواهدتر باشه اما شانس بسیارتر های بریدن. ما همه دوستیم ولی بالای گیلم هم آوردیم. در وزنی تا 80 کیلوگرم حریفانش جهانگیر مجیدوف کرامت الله حکیموف را نیز بهترین می حسابد. اما حضور کسی را در عرصه جهانی دیدن می خواهد که در این میان غالی باشد. جهانگیر مجید بهترین ورزشگر اکمل مرادوف کرامت الله حکیموف ما همه برادریم که خیلی بالای گیلم ما سفر میکنیم قوزمه میکنیم بعد کسی که ما برد در بین 80 کیلو هم این ورزشگر رو پرچم در مسابقه بین‌المللی برآمد میکنه طرف تونسی مسابقه آسیا باشد چمپیون جهان باشد حرکت میکنه پسی ما هم تیاری دیستیم از چمپیونات رسوبریکا خدا خواهد حرکتیم اونجا هم چمپیون شدیم. وی هم در پای جمع‌آوری خالها برای شرکت در بازی‌های المپیست این آرزو اگرچه رویای باشد ولی نیک است. تمرین را زیاد میکنیم اشتراک را برای خود گرفتن این مسابقه المپی حرکت میکنیم که ما با مانند بیروز خواجه‌زاده رحیموف تیمور سیدجلال سیدوف استوپیرون کامروشو با قد اما ما صاحب مدال شویم و راحت گیریم به المپیاد. در انتهای سخن از آبادی و سرسبزی دیار با افتخار حرف زد و با استادان و مربیان و دستاندرکاران این مسابقه اظهار سپاس و تشکر گفت. بهترین عدالت بود از طرف استودیو خیلی خوب مسابقه نقض کرد حضور رحمت برای همه یعنی ارگانیزاتور که مسابقه را کردن برای یعنی تینجی و آرامی در این وطن خود ما تشکر میکنم که من خیلی آبادی و تینجی از در مملکت ما خیلی مسابقه با گذار میان خرسانی و خشودی و آبادی های حضور رحمت با مرادی هم رسخلی رجب در اینجا من تمرین میکنم در نزدی و سرمربی تاجیکستان ما خیلی دستگیر محمد مراد عبدالرحمنوف و تا دستی و مشت میکنیم همه این استودار را معلم اعظم همه را حضور رحمت خیش تبارون بلشکایی که اومدن دستگیری کردن میندار زیاد همه از تماشا دارن در بدخشان در ونج همه خیش تبارون میگو کردن همه را دو سوال میرسه میناداری خدا میرسه. سیدجلال سعیدوف هم سه بار پیاپی برنده شاه‌جایزه جام پایتخت شد و از قدردانی شهرداری دوشنبه خیلی روح بلند شد. باری سهم است که در آن همین نوروزگاه شهر دوشنبه برای شاه‌جایزه مشرف می‌گردم. این یک خیلی غمخوری زیاد است که به قدر ورزشگران جمهوری تاجیکستان چونین مردان بننگ و بنموس می‌رسند برای ما یک روحیه خیلی زیاد می‌بخشد. او نیز گوشتینگیری را میراث بزرگ گذشتگان ارزیابی کرد و گفت گوشتین ملی فعلا در مقام اولی ورزش‌های ملی قرار دارد.
گوشتینگ ملی چخیلی که به همون معلوم است در جمهوری تاجیکستان با فکر نه تنها من با فکر همه چخیلی که معلوم است در جای اول ورزش میستد که در همه شهر نویا زیاده از 30,000 امروز همه شاهد بود که مردم در انانی نوروزگاه چقدر مخلصی زیاد کردند و این از قدیم از دورای پیش اومده است از ما از پدرای ما با ما از ما با فرزندان میراث میماند این یک انانه مردمی تاجیکستان از پیشرفت و رشد و قدم به سوی نمودهای جهانی گذاشتن گوشتین ملی ابراز نظر داشت و فرق گوشتین ملی را نسبت به جدا در بعضی از جزئیات کوچک ارزیابی نمود. خیلی به ما معلوم است گوشتین ملی تاجیکی روز تا روز خیلی ترقی یافته شده است از لحاظی که در همه شهر امروز زیاده از 10 نایای جمهوری تاجیکستان گوشتین بود و مردم گوشتین ملی از گوشتین جدا شده کم کم فرقی دارد که گوشتینگ زودا کمکک در عرصه جهانی ترقی یافته است و نزدیکای خود را دارد. البته در زمین کار میکنند، در گوشتینگ ملی کار میکنند و دیگر لباس های گوشتینگیری و همه اصول ها و همه چی ها هر دو یک رنگ است. سید جلال سعیدوف پهلوانی که سالهاست در وزن تا 100 کیلوگرم رقابت ها عضو تیم منتخب جودوچیان تاجیک است. از آغاز سال در دو گرند سلم اشتراک داشت ولی ناکام شد. در این مورد از نفوذ گرند سلم، تجربه و روح افتاده نشدنش نیز حرف زد. همه جهت تمرین ما خوب بود با دست سرمربی جمهوری تاجیکستان محمد عبدالرحمنوف با فدراسیون با کمیته جوانان با کمیته ملی المپیک خوب است که ما برای بازی المپیک تیاری می‌بینیم. البته باز گرند اسلام یک مسابقه است که از چمپیونات جهان کمی فرقی دارد که در یک سال همگی 5 تا گرند سلم برگزار می‌گردد. همه رقم های یک جهان اشتراک میکنند و من در دو مسابقه که اشتراک کردم با آن همون ریتینگ هایی که تاپ 10 داشتن البته من گوشتینگ خوب البته فکر میکنم که از جهتی کم مکک اپتی خودم از جهتی همی اشتباه کردم مغلوب کردم و از این رو افتاده هم نیست مشکای دست جمعی است تیاری ما اصلا برای بازی آسیا است که ما مدال به دست بیاریم راحت به بازی المپیک خواهای خود جمع کنیم داستان‌های پهلوانی با درخشندگی و هنر والای پهلوانان در هر مسابقه صحیفه‌های نو را رقم خواهند زد. با امید باز هم تابنده شدن پهلوانان تاجیک در عرصه جهانی، داستان امروزه پهلوانی که به چمپیونات جمهوری تاجیکستان آید به گوشتین ملی برای دریافت جام پایتخت بخشیده شده بود، به پایان می‌برد. گوشتینگ ملی چخیلی که به همون معلوم است در جمهوری تاجیکستان با فکر نه تنها من با فکر همه چخیلی که معلوم است در جای اول ورزش میستد رفتم خدیش گرفتن که اون رو حلال زدم و مکافات های زیاد رو گرفتم و در همون جا گفتن که تو تمرین کن تو پهلوان میشی وقت بود دل پر برمات هم وقت دارد تو هم مهنه میکنی و هم مهنه میکنی کسی مهنه چیز رو بشن هم خواهم دارد این بسیارتر ایجا خواهد رو لباس میکنه گوشی ملی خواهد البته همه گوشتیلی جیدو و سمبو مدرش کنه گوشتیلی تجربی هست یک واسطه دوستی خلقه های ما در همین نوروز در همین گوشتین دوستی خلقه را میبینه که از همه نوعه باید مقصد نگ میایم به همینه